بعد از 3 بار شکست داریوش سوم، اسکندر مقدونی که خودش رو فاتح آسیا میدونه به سمت بزرگترین فتح خودش یعنی تخت جمشید حرکت کرد. در ادامه ویدیو داستان فتح تخت جمشید رو با هم دیگه مرور میکنیم. بعد از شکست آریوبرزان، اسکندر با عجله خودش رو به تخت جمشید رسوند تا مبادا سربازهای ایرانی مستقر توی اون شهر خزانه پادشاهی رو غارت کنن. اسکندر با ورود به تخت جمشید به سپاهش اجازه داد تا چندین روز به غارت شهر مشغول باشد. اون 5 ماه توی تخت جمشید اقامت کرد و در این هنگام بود که قسمت شرقی کاخ آتیش گرفت و به باقی نقاط شهر هم گسترش پیدا کرد. دلایل مختلفی برای آتیش کشیدن تخت جمشید وجود داره. این دلایل شامل بدمستی کردن یا انتقام گرفتن از ایرانی ها به خاطر جنگ دوم خشایارشا با یونانی ها که افراد خشایارشا کل یونان رو با آتیش کشیدن میدونن. اسکندر در تعقیب داریوش اول به مال و بعد به پارت رفت. سرنوشت شاهنشاه ایران دیگه دست خودش نبود. اون توسط سوبه ساتراپ ایرانی باختر دستگیر شد. با نزدیک شدن اسکندر، سوبه دستور داد تا داریوش سوم رو با چاقو بکشند و بعد خودش رو اردشیر پنجم جانشین داریوش سوم خوند و بعد به آسیای مرکزی عقب نشینی کرد تا جنگ چریکی علیه اسکندر به راه بندازه. اسکندر بقایای داریوش رو طی مراسمی شاهانه و شکوهمند در نزدیکی مقبره نیاکانش به خاک سپرد. اسکندر همچنین مدعی شد که داریوش در لحظه جون سپردن اون رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده، ولی معمولاً مورخ‌های بزرگ داریوش رو پایان کار شاهنشاهی هخامنشیان قلمداد می‌کنند و این قضیه که اسکندر جانشین داریوش شده یک دروغ بزرگ می‌دونند. اسکندر سوبس رو قاصب قلمداد کرد و تصمیم گرفت اون رو شکست بده. این لشکرکشی که در اول به منظور شکست سوبس انجام گرفت به سیاحتی بزرگ در آسیای مرکزی تبدیل شد. اسکندر رشته ای از شهرهای جدید تأسیس کرد که همگی اونها رو اسکندریه اسم گذاری کرد. اسپنتمان که سمتی نامعلوم در ساتراپی سوغدیانای افغانستان کنونی داشت در سال 329 قبل میلاد به سپوس خیانت کرد و اون رو به فلمیوس از ملازمهای معتمد اسکندر لو داد و سپوس اعدام شد. با وجود این، بعدها وقتی اسکندر در مسیر دریا مشغول رسیدگی به تاخت و تاز یک ارتش ایلیانی سوار بود، اسپنتمان اهالی سوغد رو به شورش برانگیخت. اسکندر شخصا سوغدیان رو در جنگ سید دریا شکست داد و بلافاصله به لشکرکشی علیه اسپنتمان دست زد و در جنگی موسوم به گابای اون رو شکست داد. بعد از این شکست، اسپنتمان رو افراد خودش به قتل رسوندن و از اسکندر درخواست صلح کردند. بعد از آرام شدن اوضاع که اسکندر بنا به گفته مصری ها که به اون لقب آمون داده بودند و داستان هایی که نسبت به پسر زئوس بودن اون میگفتند، رسم سجده کردن مقابل اون و بوسیدن دست رو در اطرافش برای ادای احترام به خودش اجبار کرده بود. یونانی ها که این نوع گفتارها رو تنها در مقابل خدایان خودشون جایز میدیدن و معتقد بودن که اسکندر با الزامی کردن این رفتارها خودش رو خدا میدونه، این کار رو به قیمت روی برگردوندن خیلی از مقدونی ها از اون شد. هرچند اسکندر از این رفتارها دست کشید، ولی توطئه برای گرفتن جون اسکندر برملا شد و یکی از افسراش به اسم فیلوتاس به خاطر اینکه نتونسته بود اسکندر رو از اون قضیه مطلع کنه کشته شد و حتی پدر اون پارمنیون که مسئول حفاظت از خزانه در حکمتانه بود رو به قتل رسوند تا دیگه انتقامی هم در کار نباشه. و بعد از کشتن پارمنیون و آرام کردن اوضاع، او قصد لشکرکشی به هند رو کرد و لشکر خودش رو آماده برای حمله به هند کرد.